بانم ویاد خداوند، سرخط چند خبر مهم امروز از افغانستان، جزئیات درگیری های نفسگیر و تلفات سنگین طالبان در ولایت پنجشیر، حمله داعش خراسان بر مواضع طالبان در بدخشان و در ادامه این گزارش شلاق زدن 10 فرد ملکی توسط طالبان در ولایت هرات. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. وبسایت خبری صدای افغانستان نوشت است که درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در اندرابها 11 طالب کشته شده است. منابع محلی از بغلان گزارش می‌دهند که در نتیجه درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و گروه طالبان در اندراب به نیروهای طالبان تلفات سنگین وارد شده است. منابع محلی روز دوشنبه 5 جدی به خبرگزاری صدای افغانستان گفته است که نبرد میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان از روز گذشته آغاز شده و تاکنون به شدت دوام دارد. با گفته منابع در این درگیری ها دست کم 11 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. این نبرد روز گذشته از تغانک اندراب آغاز شده و تاکنون نبرد به چندین روستای دیگر کشانده شده است. یک باشنده محل میگوید که طالبان صبح امروز چندین چرخبال را به کمک نیروهایشان به اندراب فرستادند. با گفته این منبع دو چرخبال طالبان اجساد نیروهای گروه طالبان را پیش از شاش امروز به کابل منتقل کردند. در همین حال صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود از شدت درگیری ها میان نیروهای جبهه مقاومت و گروه طالبان در اندراب بغلان خبر دادند. آقای احمدی افزود است که این درگیری در روستای خوج، تغانک و باغدره به شدت جریان دارد و به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. ناگفته نماند که در این درگیری های شدید فرمانده خیر محمد اندرابی و همسنگرانش بعد از یک درگیری نفسگیر توسط نیروهای طالبان به شهادت میرسند. و گزارش دیگر این که داعش خراسان مسئولیت حمله بر فرمانده امنیت طالبان در بدخشان را بر عهده گرفته است. گروه داعش با نشر اعلامیه مسئولیت انفجار بر مولای عبدالحق عمر فرمانده امنیت طالبان در ولایت بدخشان را بر عهده گرفته است. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه داعش روز دوشنبه 5 جدی این مطلب را گزارش داده است. گفتنی است که یک مطرب هم گزارش شده صبح روز دوشنبه 5 جدی عبدالحق عمر را در بدخشان هدف قرار داده است. و گفته منابع این رویداد در نزدیکی فرماندهی امنیت طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. در این رویداد به شمار فرمانده امنیت طالبان در بدخشان 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گواهان از قربانی شدن غیر نظامیان نیز در این رویداد خبر دادند. و گزارش تکان دهنده دیگر از هرات، طالبان در هرات 10 مرد را در مالای عام شلاق زدند. منابع در ولسوالی انجیل ولایت هرات میگویند که طالبان 10 نفر را در مالای عام شلاق زدند. به گفته منابع این افراد به اتهام‌های مختلف چندوزی و استعمال و فروش مواد مخدر در دادگاه طالبان محاکمه شده بودند. حکم دادگاه طالبان برای این افراد روز دوشنبه 5 جدی در صحن دادگاه ابتدایی ولسوالی انجیل اجرا شده است. باید افزود که طالبان اخیراً در برخی از ولایت‌های دیگر نیز متهمان را در مالای عام شلاق زده است. این کار طالبان انتقادات زیاد را در پی داشته است، اما طالبان انتقاد از اجرای شلاق در محضر عام را به احترامی به دین اسلام می‌دانند. و یک گزارش دیگر از پنجشیر، درگیری میان گروه طالبان در پنجشیر آغاز شده است. منابع خبر دادند که درگیری میان گروه طالبان در دو ولسوالی پنجشیر تلفات جانی از طالبان گرفته است. منابع محلی روز سه‌شنبه 3 جدی گزارش داده بود که گروه طالبان یک روز قبل از روستای چمالورده شهرستان روخه در خنج پنجشیر با هم درگیری شده بودند که به دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. به گفته منابع در نتیجه درگیری نفسگیر میان دو گروه طالبان، دو فرمانده طالبان و افرادشان به شدت زخمی شدند. همچنان منابع از میان طالبان دلیل این درگیری را سرکشی افراد از اوامر فرماندهیشان عنوان کرده است. منابع با تایید این خبر گفته بودند که طالبان بعد از درگیری میان هم به مردم این روستا اخطار داده بودند که این خبر را افشان نسازند. در صورت رسانه‌ای شدن این خبر، طالبان مردمان ولسوالی را مجازات خواهد کرد. همچنان یک منبع دیگر در صحبت با خبرگزاری صدای افغانستان از درگیری میان گروه طالبان در شهرستان خنج نیز خبر داده و گفته است که این درگیری میان طالبان قندهاری و هلمندی صورت گرفته است.
بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد مهمترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.